گزارشی تکان دهنده چگونگی منع استفاده اویغورها در چین از اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی و پیامدهای استفاده از آنها و همچنین در صورت استفاده از سیستم‌های رفع فیلترینگ روایت کرده که پرده از اعمال محدودیت‌های شدید در چین به ویژه برای اویغورها دارد. با هم گزارش همکارم را در این زمینه که پرده از بسیاری از واقعیات برمی‌دارد را ببینیم. بر اساس ویدیویی که پلیس چین منتشر کرده، مقام‌های سینکیانگ اویغورها را از استفاده از برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک متعلق به چین و ابزارهای دور زدن سانسور و رفع فیلترینگ منع کردند. همچنین یک بیانیه ویدیویی در مورد این ممنوعیت در 8 آوریل توسط ارتش سایبری تولید و ساخت و ساز سینکیانگ منتشر شد. این مجموعه یک سازمان اقتصادی و شبه نظامی دولتی است که به بینگ توان نیز معروف است و نقش کلیدی در سرکوب اویغورها داشته است. علاوه بر تیک تاک، مردم اویغور از دانلود و استفاده از ایکس، توییتر سابق و یوتیوب و خرید و فروش در پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نیز منع شدند. کارشناسان میگویند با این اقدام‌ها میتوان سرکوب بزرگ دیگری را در سینکیانگ پیش بینی نمود. یک تاجر خارجی که در این منطقه فعالیت دارد در این رابطه گفت پلیس چین جستجوهای سرزده ای از تلفن‌ها در خانه‌ها و هتل‌های مربوط به اویغورها انجام می‌دهد که بعضاً منجر به دستگیری آنان شده است. در آخرین ممنوعیت‌های اعمال شده پس از جلسه ویژه‌ای که اخیراً توسط کمیته حزب کمونیست سینکیانگ برگزار شد، بر لزوم حفظ محرمانه بودن اقدام‌های چین در سینکیانگ تأکید شده است. سوفی ریچاردسون، مدیر سابق امور چین در دیدبان حقوق بشر گفت که ممنوعیت جدید می‌تواند نشان دهنده شکست سیاست‌های چین در سینکیانگ باشد. او گفت اگر دولت چین واقعاً فکر می‌کرد که سیاست‌هایش در منطقه به خوبی جواب می‌دهد، این نوع تهدیدها و محدودیت‌ها وجود نداشتند. جفری کین همچنین گفت اکنون اگر شخصی سعی کند برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی خارجی مانند ایکس را دانلود کند یا از وی پی ان استفاده کند، این نرم افزار بلافاصله به پلیس هشدار می‌دهد که او چنین برنامه‌هایی را در اختیار دارد و بلافاصله حساب‌های بانکی کاربران مسدود و به خدمات تلفن آنها خاتمه می‌دهد. او در ادامه افزود که وادار کردن مردم در سینکیانگ و بقیه مردم چین به نصب برنامه‌های جاسوسی نشان می‌دهد که مقام‌های چینی نگران ثبات سیاسی هستند و می‌خواهند با دیدن فکر و ایدئولوژی هر فرد یک کشور امنیتی کامل ایجاد کنند. ایلشاد حسن ککبوره، نایب رئیس کمیته اجرایی کنگره جهانی اویغور هم به وجود حساب‌های ایکس با عکس‌های نمایه اویغور اشاره کرد که روایت دولت چین از زندگی شاد اویغورها تحت سیاست‌های چین را ترویج می‌کند و خبرنگاران چینی هم از چنین پلتفرم‌هایی برای پنهان کردن جنایات استفاده می‌کنند. برای صحبت بیشتر در این باره، سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای آموزگار، با توجه به افشای رویکرد سرکوب رسانه چین و شگردهای آن، آیا امیدی به تغییر رفتار دولت چین در این رابطه با مردم این کشور به ویژه مسلمانان وجود دارد؟ سلام علیکم، وقت شما و بینندگان عزیز که محترم ما بسیم بخیر. پاسخ متاسفانه منفی است. دولت چین با اتکاب قدرت برتر اقتصادی که در کشور خودش و منطقه و دنیا به دست آورده، خیلی راحت داره سیاست‌های سرکوبگریش رو در علیه همه ملت چین به خصوص مسلمانان ایغور دنبال میکنه. این محدودیت‌های جدیدی که دولت قائل شده از جمله نصب اجباری نرم افزار جاسوسی روی همه گوشی‌های مسلمانان ایغور که نصب فیلتر چکن رو مشخص می‌کنه برای حزب کمونیست یا استفاده از سایت‌های خارجی رو به گفته کنگره جهانی ایغورها مقدمه‌ای می‌تونه باشه برای سرکوب بیشتر مسلمان. بله، آیا این اقدامات چین این احتمال را در میان مردم دنیا افزایش نمی‌دهد
که ممکن است تولیدات این کشور حاوی ابزار جاسوسی باشد و تمایل جهانی را از محصولات چینی کاهش بدهد؟ صدای بنده رو دارین جناب آقای موزگار؟ من یک بار دیگه سوال میپرسم از خدمتتون. آیا این اقدام چین این احتمال را در میان مردم دنیا افزایش نمیدهد که ممکن است تولیدات این کشور حاوی ابزار جاسوسی باشد و تمایل جهانی را از محصولات چینی بکاهد؟ همینطوره دقیقاً، ولی نرم افزارهای کالاهای چینی به قدری ارزون و مناسب در همه دنیا ارائه میشه که بازار خودش رو به خوبی در دنیا باز کرده و کشورهای مختلف قادر به رقابت با محصولات چینی و قیمتهای ارزون اونها نیستن، به خصوص که بعضی محصولاتی که تو ایران ما متاسفانه نمیاد ولی غرب و اروپا ازش استفاده میکنه کیفیتش هم حتی در حد محصولات غربی و اروپایی رسیده و غربی ها ناچار شدن بعضی از قوانین خودشون رو به خاطر اینکه قدرت رقابت با محصولات خوب چینی رو و درجه یکش رو ندارن زیر پا بگذارن. بنابراین درسته که اثر منفی میذاره توی فروش بعضی نرم افزارها، گوشی های موبایل مثلا، ولی محصولات چینی به قدری گسترده و زیاده که حتی اگه این تاثیر رو هم بذاره چین رو متقاعد نخواهد کرد که از دست از سیاست های سرکوبگرانه خودش برداره. بله، آیا آموزگار چه راهکارهای جهانی برای وادار کردن چین به رعایت اصول بشر و بها دادن به حریم شخصی شهروندانش وجود داره؟ غربی ها دارن کار خودشون رو میکنن و مرتب فشار خودشون رو بر چین از طرق مختلف وارد آوردن. منتها این کشورهای اسلامی هستن و از جمله ایران که مسئله مسلمان ها ظاهرا براش مهمه، باید در این موارد هم با رایزنی با سیاستمدارهای چینی سعی کنن این هدف رو پیش ببرن. بسیار متشکرم از شما سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.